الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب رحیم‌پور. دو ماه و نیم از کشته شدن مهسا امینی میگذره و اشکال مختلف اعتراض‌ها، تحصن و اعتصابات در کشور ادامه داشته و الان شاهد فراخوان‌هایی هستیم برای سه روز آینده که به نظر میرسه به تجربه در واقع خیزش رو داره وارد فاز دیگری میکنه. تحلیل شما چیه؟ خیلی متشکرم. بله، ببینید، من دو تا خصلت رو خیلی نمایان می‌بینم در فراخوان‌های جدید. اولیش این هست که علارغم همه محدودیت‌ها و مسدودیت‌هایی که اتفاق می‌افته، چه به لحاظ فضای مجازی، چه در صحنه میدان و بگیر و ببندها، بازداشت‌ها، سرکوب سنگین و خشن، این فراخوان‌ها همچنان داره منتشر میشه. به معنی دیگه، علارغم همه این مشکلات، این هسته ها و این گروه هایی که در حال انسجام بخشیدن به اعتراضات هستند، همچنان دارن به قوت خودشون ادامه میدن فعالیتشون رو و فعالیتشون به قوت خودش باقی هست. این ادامه فعالیتشون نشان دهنده نهادینه شدن فعالیت این گروه ها و این تشکل ها و این جریان ها در درون جامعه است. دومین مسئله اینه که این جریان ها، این مجریان این فراخوان ها در حال مطالعه میدانی هستند، حتی به خود انتقادی دست میزنند. برای همین هست که در فراخوان جدید میبینیم که یک وضعیت سه مرحله ای رو پیش بینی میکنند برای روزهای اول و دوم و سوم فراخوان، یا 14، 15 و 16. این مطالعه دقیق و توجه به ابعاد مختلف فراخوان‌های قبلی نشان دهنده ارتقا پیدا کردن انسجام یافتگی، سازمان یافتگی و نهادینگی فعالیت‌های تشکل‌ها و نهادهای مختلف. تعدادشون هم خیلی زیاده دیگه، در بخش‌های مختلف این فراخوان‌ها رو میتونیم مشاهده بکنیم. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این خیزش، در واقع مخصوصاً فراخوان‌های جدید، اینه که تنوع و تکثر کاملاً ویژه‌ای رو داره. لایه‌های مختلف جامعه، اجتماع دارن درگیرش میشن. طبقات مختلف درگیر اون هستن. این چقدر در به نتیجه رسیدن انقلاب مردم مؤثره؟ خصلت درونزا بودن این جنبش باعث شده که ما در لایه‌های مختلف، در اقشار مختلف، در گروه‌های جمعیتی مختلف شاهد بروز و ظهور جریان‌های مختلف متأثر از اعتراض‌ها باشیم. در میان هنرمندان، در دانشجویان، در میان کارگران، در میان عموم مردم مثل لایه‌های سنی مثل جوان‌ها، در میان لایه‌های جنسیتی مثل خانم‌ها که طیف وسیعی از تظاهرکنندگان رو شامل میشه. همه اینها نشون دهنده اینه که یک وضعیت درونزا در داخل کشور داره شکل میگیره. این وضعیت درونزا گسترش میده، پایدار میکنه جریان اعتراضی رو و عمق میده بهش. این که هم دانشجویان، هم معلمان، هم کارگران، هم زنان، هم مردان، هم جوانان، هم میان سالان، همگی در حال تکاپو هستند، در میان همه این اقشار معترضین جای دارند، یعنی اینکه گستردگی خیلی وسیعی رو جریان اعتراضی پیدا کرده. جریان اعتراضی گسترده به این راحتی ها نه فروکش میکنه نه متوقف میشه. ممنون از شما، روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی.